مطبوعات و روزنامه‌های ترکیه همه مطالب امروز خود را به کودتای نظامی شب گذشته اختصاص دادند. علی جوانمردی نگاهی دارد به مطالب روز شنبه چند روزنامه اصلی و پرتیراژ ترکیه. ترکیه یک شب تاریخی و طولانی رو پشت سر گذاشت. شبی که به گفته رسانه‌ها کسی نخوابید. مطبوعات ترکیه بدون استثنا صفحات اول و مهمترین موضوعات امروز خود را به جریان کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه اختصاص دادند. روزنامه آکشام با تیتر 161 نفر در کشور شهید و 1440 تن مجروح شدند نوشته ژنرال امید دوندار که بامداد امروز توسط نخست وزیر به ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح منصوب شد گفته 1563 نظامی به اتهام کودتا دستگیر و 104 کودتاچی هم کشته شدند. آکشام نوشته اسکورت شخصی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور هم جزو کشته شده هاست. روزنامه حریت به پشت پرده کودتا و عاملین آن پرداخته و نوشته ژنرال آکم استورک فرمانده پیشین نیروی هوایی و دامادش سرهنگ هاکان کارکوش که جزو عاملین اصلی کودتا بودند شب گذشته ساعت 10 با به پرواز درآوردن هواپیمای جنگی F-16 از پایگاه اسکی شهیر و سپس هماهنگی با عواملی در پایگاه انجرلیک و هلیکوپترهای سیکورسکی S-70 در آنکارا کودتا را شروع کردند. روزنامه ملیت دستگیری و یا کشته شدن عوامل کودتا را تیتر صفحه اول خود قرار داده و نوشته ژنرال علی عثمان گورجان فرمانده ژاندارمری هم دستگیر شد. ملیت افزوده در جریان عملیاتی 311 افسر و درجه دار فقط در ژاندارمری دستگیر شدند. روزنامه صباح تعداد کل دستگیر شدگان را 2839 تن اعلام کرده و به نقل از بن علی یلدرم نوشته شکست این کودتا یک پیروزی بزرگ است و جشن دموکراسی را به ملت ترکیه تبریک می‌گوییم. روزنامه صباح احتمال تصویب دوباره قانون اعدام جهت مجازات کودتاچیان را مطرح کرده. روزنامه زمان وابسته به حزب حاکم حزب عدالت و توسعه واکنش تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور را به عنوان مطلب اول درج کرده و نوشته فراخوان اردوغان به مردم و حمایت شهروندان از رئیس جمهور باعث شد طرح کودتا ناکام بماند. و روزنامه وطن خبر داده که 8 تن از سران کودتا که دستگیر نشده اند با یک هلیکوپتر به یونان گریخته و تقاضای پناهندگی کرده اند.